با درس ششم در خدمت شما هستیم. درس ششم از کتاب First Two. امروز با هم یه کلمات زیادی رو یاد میگیریم و یک چیز خیلی خیلی مهم و اونم توی سوال کردن هستش که همه ما باید رعایتش کنیم. اینو با هم دیگه بررسی میکنیم. با من همراه باشید. خب توی درس امروز و توی کتاب اگه مراجعه بکنید درس ششم کلمات زیادی رو یاد میگید که این کلمات معمولاً مربوط به حیوانات خانگی هستن که توی خونه میتونید شما نگه دارید. مثلا یکی از حیوانایی که شما میتونید توی خونه نگه دارید ماهی هستش، درسته؟ ماهی به انگلیسی میشه چی؟ فیش. یا مثلا سگ به انگلیسی میشه چی؟ داگ. یا گربه میشه چی؟ کت. ما کلمات بیشتری باید روز به روز یاد بگیریم. امروز این کلمات رو شما میتونید بیشتر داشته باشید و نکته مهمی که اینجا هستش سوال پرسیدن در مورد حالا حیوانات و اشیا هستش که ما قبلا توی درس قبل و توی درس های قبل و کتاب قبل اینها رو بررسی کردیم. دوباره با هم دیگه امروز میخوایم مرورش بکنیم. بچه موقعی که شما میخواید در مورد یک شی یا یک حیوان سوال بپرسید، قرار شد که شما اون جمله رو، یعنی اون جمله اصلی رو که داشتید، اون جمله اصلی رو برعکس کنید، یعنی جای فعل و فاعل رو عوض کنید. مثلا اگه میخواستید بگید این یه گربه هست، میگفتید چی؟ It is a cat، درسته؟ یا It's a cat، این درسته؟ یعنی این هست یک گربه. گفتیم که A یعنی یک. A یعنی چی؟ یک. برای اسمهای مفرد استفاده میشه. خب حالا ما میخوایم بچه ها همین جملات ساده رو به صورت سوال در بیاریم، یعنی اونا رو سوالی بکنیم. الان اینجا جمله ما اینه It is a cat یا It's a cat، این هست یک گربه. اگه من همین جمله رو بخوام سوالی کنم میگم چی؟ Is it a cat؟ یعنی is رو میارم اول جمله. بچه ها موقعی که is میاد اول جمله، جمله ما سوالی میشه. Is it a cat؟ Yes It is. آره اون هست. Yes it is. No it isn't. نه اون نیست. پس بچه یادتون باشه که is میاد اول و بعد از اون it رو ما استفاده میکنیم. Is it a cat؟ آیا اون یک گربه هست؟ بچه یادتون باشه که این a حتما باید توی صورت سوال باشه. Is it a fish؟ این یک ماهیه؟ سوال نپرسید آیا این یک ماهیه؟ Yes, it is. آره اون هست. No, it isn't. نه نیست. درست شد؟ پس نکته که گفتم رو فراموش نکنید. خیلی ساده بود. خیلی خیلی ساده بود. شما اگه این قاعده رو رعایت بکنید میلیون ها جمله رو میتونید بسازید. مهم اینه که شما کلمات بیشتری بلد باشید و بتونید از این ساختاره استفاده کنید و راحت صحبت بکنید. بریم سراغ نکته بعدی که توی کتابتون هستش. بچه ها ما در مورد کلمه کام صحبت کردیم. کام یعنی چی؟ آمدن. Come here یعنی بیا اینجا، درسته؟ Come here یعنی چی؟ بیا اینجا. Come here، تکرار کنید. Come here، بیا اینجا. بچه ها here یعنی اینجا. یعنی چی؟ اینجا. Come here یعنی بیا اینجا. Come here، بیا اینجا. اوکی شد؟ پس دقت داشته باشید کام یعنی چی؟ آمدن. کام یعنی آمدن. هیر یعنی اینجا. حالا میخواد بگه اینجا هست، میگه چی؟ Here is. تکرار کنید. Here is. بچه ها کلمه is یعنی چی؟ یعنی هست. حالا here is یعنی اینجا هست. Here is اینجا هست. حالا اگه من بخوام همین رو کوتاه‌تر کنم میگم چی؟ Here's. Here's یعنی here و is رو با هم دیگه یکی میکنم، کوتاه‌ترش میکنم و بهش میگم چی؟ Here's. بچه به این کار میگن contraction، یعنی مخفف کردن، کوتاه کردن. Here's. Here's یا here is فرق نمیکنه. Here is اینجا هست. حالا چی هست اینجا؟ Here is your water. Here is your water. Here is your water. بچه آب به انگلیسی میشه چی؟ water. تکرار کنید. water. حالا توی انگلیسی آمریکایی بچه ها ت رو د میخونن ها. water.
water. Here is your water. Your یعنی چی؟ مال تو. حالا موقعی که میگه your water یا your water یعنی آب تو. اینجا هست آب تو. میخواد بگه اینجا هست کتاب تو. میگه چی؟ Here is your book. Here's your book. Here is your fish. اینجا ماهی توه. Here is your cat. اینجا چیه؟ گربه تو هستش. بچه بس. Your یعنی چی؟ مال تو. مای میشد چی؟ مای میشد مال من. مثلا میخواستی بگی مامان من، میگفتی چی؟ My mom. درسته؟ پدر من My father یا My dad. اینا رو که فراموش نکردید. پس حواستون باشه که این نکات رو داشته باشید. تمام درس 6 همین چیزایی بود که بهتون گفتم. دوست دارم که تمام این نکات رو توی مکالماتتون اجرا کنید و به صورت کاملا مسلط اجرا کنید، مخصوصا توی سوال پرسیدن که بعضیاتون بچه شما سوال پرسیدن رو با جمله ساده اشتباه میگید. گفتیم توی جمله ساده میگیم It is a cat یا It's a cat، اما توی جمله ساده میگیم چی؟ Is it a cat؟ Is it a cat؟ یعنی تون صدای شما هم تغییر میکنه، علاوه بر اون ساختاری که باید شما جای is و is رو عوض کنید. خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدارتون. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. رسیدیم به درس 6، pets. بچه گفتیم چه معنی میده pets؟ pets یعنی حیوانات اهلی، حیواناتی که شما توی خونه میتونید نگه دارید. کلمات رو میخونم، دقت داشته باشید که یکی یکی کلمات رو بپردازیم بهش. rabbit. rabbit یعنی چی؟ خرگوش. سمت چپ rabbit، خرگوش. پایینش mouse. ماوس. ماوس یعنی چی؟ ماوس یعنی موش. ماوس. پایینش باترفلای. باترفلای. باترفلای یعنی پروانه. باترفلای. تکرار کنید. باترفلای. پروانه. بالاش داگ. داگ. داگ یعنی چی؟ سگ. بالاترش ترتل. ترتل. یعنی چی؟ لاک پشت. ترتل. بریم صفحه بعد. سنیل. سنیل. سنیل یعنی حلزون. و فیش. فیش. فیش یعنی ماهی. بچه اس و ایچ، اس و ایچ دو حرف آخر کلمه فیش صدای ش میده. پس اس و ایچ صدای چی میده؟ صدای ش میده. اینو حواستون باشه، اس و ایچ صدای ش میده. و بچه بالای همون صفحه توی یک کادر آبی رنگ نوشته چی؟ pet store. pet store یعنی چی؟ فروشگاه حالا حیوانات خانگی. pet store. بچه store یعنی مغازه. pet store یعنی فروشگاه حیوانات خانگی. و پایینش نوشته چی؟ توی یک کادر نارنجی رنگ نوشته open. open یعنی چی؟ باز است، یعنی مغازه بازه. open. ها روخانه این دو صفحه رو بچه فراموش نکنید، با تلفظ صحیح کلمات رو یکی یکی برام بخونید و ارسال کنید. دوست دارم که بهترین شکل ممکن با تلفظ صحیح بخونید و برام بفرستید. مرسی. بریم سراغ صفحه بعد. خب بچه توی صفحه 36 ما میپردازیم به آهنگ، به شعر. بالای صفحه گفته چی؟ listen and sing. گوش کن و بخون. پس شما گوش کنید، منم خود شعر رو براتون یکی یکی معنی میکنم که کاملا متوجه بشید که داره چی میگه. با هم دیگه آهنگو گوش کنید. Ten butterflies in the sky. میگه چی؟ Ten butterflies in the sky. میگه 10 تا پروانه در آسمان. In the sky، در آسمان. One more friend flying by. One more fun flying by. One more fun flying by. میگه یه سرگرمی دیگه داره پرواز میکنه. One more fun flying by. How many butterflies in the sky؟ How many butterflies in the sky؟ میگه چند تا پروانه در آسمانه. Eleven butterflies in the sky.
11 butterflies in the sky. میگه 11 تا پروانه در آسمانه. One more friend flying by. میگه چی؟ One more friend flying by. بچه میگه یه دوست دیگه داره پرواز میکنه. One more friend. Friend یعنی دوست. One more friend flying by. یه دوست دیگه داره پرواز میکنه. How many butterflies in the sky? دوباره میگه چی؟ How many butterflies in the sky? میگه چی؟ میگه 12 butterflies in the sky. حالا شد 12 تا. 12 تا پروانه در آسمان هست. داره پرواز میکنه. One more friend flying by. دوباره میگه چی؟ One more friend flying by. یه دوست دیگه پرواز کرد. How many butterflies in the sky? How many butterflies in the sky? چند تا پروانه در آسمانه؟ بچه اگه دقت کنید همش داره در مورد شمردن سوال میپرسه. میگه چی؟ How many butterflies. گفتیم چی؟ How many یعنی چند تا. بعدش باید اسمی که میاریم جمع باشه. اینجا گفت butterflies یعنی چی؟ پروانه ها. How many butterflies. 13 butterflies in the sky. 13 butterflies in the sky. شد 13 تا. One more friend flying by. How many butterflies in the sky? 14 butterflies in the sky. One more friend flying by. How many butterflies in the sky? بچه اگه دقت کرده باشید شد 14 تا پروانه که تو آسمان پرواز میکردن. درسته؟ این شعر رو بچه دیگه کاملا باید بتونید اجرا کنید. خب بریم سراغ صفحه 38. Come here doggy. بیا اینجا doggy. اسم اون سگی بچه doggy هست. Come here ها یعنی بیا اینجا. Here's your water. Here's your water ها. اینجا هست آب تو. میگه آبت اینجاست بیا اینجا. Here's your water. تکرار کنید. Here's your water. اینجا هست آب تو. Here's your مثلا book. اینجا هست مثلا کتاب تو. اگه میخوای مثلا به یه نفر دیگه بگی ها. اینا من توی فایلی که خودم اجرا کردم براتون کاملا توضیح دادم. اینا به دوستاتون بچه ها بگید تکرار تمرین بکن که هر چیزی که یاد گرفتید رو بتونید به خوبی استفاده کنید. خیلی دوستتون دارم و بریم سراغ صفحه بعد. خب توی صفحه 39 بچه با سه کلمه جدید آشنا میشید. lion یعنی شیر، moon یعنی ماه و nose یعنی بینی. شعر رو با دقت گوش کنید و ببینید داره چجوری این سه کلمه رو میخونه. L L L La 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 La, lion. La, lion. La, la, la. M, M, M. Ma, ma, ma. Ma,
ما. N N N. Na na na. Na nose. Na nose. Na na na. اینم از درس 6 بچه که با هم دیگه کاملا کار کردیم. روخانی ها رو فراموش نکنید، شعر رو اجرا کنید، بفرستید و کتاب کار درس 6 رو حتما حتما انجام بدید و برام ارسال کنید. منتظر انجام تمریناتتون هستم و اینکه با دقت همه چیز رو بررسی کنید و تکرار تمرین رو فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.